مرسی که بیش از 7000 انسان قدرتمند به صورت زنده دارن ما رو نگاه میکنن. کم کم داریم نزدیک میشیم به سالن والیبال ورزشگاه آزادی انشاءالله. خب حالا میخوام 4 تا نونی که شیطون بهت میگه رو بهت بگم، 4 تا نونی که نیروی شر توی گوشت زمزمه میکنه رو بهت بگم. هممون در زندگی صدای شیطان رو شنیدیم. اونایی که میگن اون 30% که توی استوری گفته بودن ما نشنیدیم، چون توجه نکردن. شاید خیلی از گام هایی که برداشتن اصلا بر اساس چیزی که شیطان گفته بود اون گامو برداشتن، ولی توجه نکردن، به آگاهی نرسیدن که اون گام اشتباهی که برداشتن یا اون گامی که باید برمیداشتن ولی بر نداشتن به خاطر زمزمه های دوی توی گوششون بوده. اگر از اون زمزمه ها آگاهی پیدا میکردن میتونستن تصمیمات بهتری بگیرن. نیروی شر، نیروی شیطان، 4 تا نون معروف داره. نون اول، نمیشه. شما میخوای هر کاری انجام بدی میگه نمیشه. میخوای ازدواج کنی معلومه که نمیشه. با این شرایط تو مگه ممکنه به جواب بله بده؟ میخوای یک پیج اینستا را بندازی به درآمدزایی برسی؟ نمیشه. اصلا مگه تو میتونی؟ نمیشه. هی نشد میاره برای اینکه شما در زندگی اقدام نکنی. پس اولین نون معروف شیطان که توی گوشت زمزمه میکنه نمیشه است. دومین نون معروفی که داره نمیتونیه. میخوای هر کاری انجام بدی هی بهت شیطان دم گوشت زمزمه میکنه تو نمیتونی، تو آدمش نیستی. بعد با خودت میگی فلانی تونسته، بعد یه صدایی از درون میگه ولی تو نمیتونی. اگر تو زمزمه شیطانو گوش بدی چی میشه؟ باعث میشه 100 سال دیگه هم وضعیتت مثل امروزت بشه. چون شیطان و نیروی شر نمیخواد تو در زندگی رشد کنی، نمیخواد که تو احساس خوشبختی بلند مدت داشته باشی، نمیخواد اینو. میخواد یه کاری انجام بدی که 1 ساعت بعد پشیمون بشی. پس دومین نون معروفی که نیروی شر داره نمیتونیه. اگر یه چیزی هی دم گوشت داره زمزمه میکنه نمیتونی 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 نمیتونی، اون نیروی شره. من توی فایل پولسازیم گفتم، میگم که انسانها دستان خداوندند. همون جوری که انسانها دستان خداوندند، یه سری از انسانها هم دستان شیطانند. اونایی که در زندگی تا هر کاری میخوای انجام بدی هی بهت میگن نمیتونی، هی بهت میگن تو آدمش نیستی، اصلا مگه میشه؟ اون نیرو، اونا دستان شیطانن، اونا دستان نیروی شرن. پس 2 تا نونو تا الان گفتم، بهت میگه نمیشه نمیشه، بهت میگه نمیتونی نمیتونی، بهت میگه تو آدمش نیستی که بتونی. سومین نون معروفی که نیروی شر داره نمیذارنه. خیلی این مهمه. من اینقدر این صدا رو قدیم تو گوشم میشنیدم، تا هر کاریو میخواستم انجام بدم یه صدایی توی گوشم میگفت که اصلا تو عالی اقدام کن، مگه تو این مملکت میشه پولدار شد؟ اصلا تو فوق‌العاده کار کنه، اینقدر سنگ وجود داره توی گرفتی؟ یه صدای دم گوشت میگه اصلا تو هم اگر فوق‌العاده کار کنی یه عوامل بیرونی وجود داره که جلوی تو رو بگیره. خیلی نکته مهمی ها. من در زندگی به این نتیجه رسیدم، من محمد بصیری 100% خالق زندگی خودم هستم. وقتی به این باور برسی اون نمیذارن دیگه نقشی نداره. نمیذارن چیه؟ همش منم و خدا. نمیذارن چه معنایی داره؟ وقتی دستان خداوند رو در دستانت احساس کنی، هر نشدنی تبدیل به شد میشه دیگه. نمیذارن چه صیغه‌ایه؟ پس 3 تا نون بهت گفتم، نمیشه،
نمیتونی و هی یه صدایی میگه عوامل بیرونی وجود داره که شما اختیاری روش نداری و در نتایج شما تأثیر گذاره و اون عوامل بیرونی نمیذارن که تو یک آب خوش از گلوت پایین بره. خیلی به من پیام میدن که آقای بصیری تو چرا از ایران خارج نمیشی؟ چرا نمیری یه کشور دیگه زندگی کنی؟ اون آدم ها اعتقاد دارن نمیشه تو این کشور کار کرد، اون آدم ها اعتقاد دارن نمیتونی تو این کشور کار کنی، اون آدم ها اعتقاد دارن نمیذارن تو این کشور کار کنی، ولی من اعتقاد دارم میشه، میتونم، میذارن. من اعتقادم اینه، میمونم تو خاکم، زحمت میکشم و خودم و آدم های اطرافم رو رشد میدم. چهارمین نون معروفی که وجود داره که نیروی شر خیلی ازش استفاده میکنه ناامیدیه. ناامیدی از چی؟ ناامیدی از خودت. یه کاری میکنه که تو از خودت ناامید بشی، به خودت بگی بری جلوی آینه از دیدن خودت دیگه لذت نبری، بری جلوی آینه بگی، به خودت بگی من که مال این حرفا نیستم. ناامیدی نسبت به خودت. دو، ناامیدی نسبت به خدات. هی زمزمه میکنه خدایی وجود نداره. اگر خدایی وجود داره مگه تو دیدیش؟ خب چیزی که ندیدی و از کجا میدونی که وجود داره؟ اگر خدایی وجود داشت چرا وضعیت زندگی این همه آدم بده؟ اگر خدایی وجود داشت چرا مثلا اون مشکل حل نشد؟ اون صدا بهت نمیگه که خداوند بزرگ قوانین تعیین کرده برای این دنیا. اون صدا بهت نمیگه که خدا بهت قدرت اختیار داده. اگر الان زندگی خوبی نداری به خاطر انتخابهایی که کردی، انتخابهای بهتر کن، زندگی بهتر داشته باش. پس چهارمین صدایی که نیروی شر داره ناامیدیه. ناامیدی نسبت به سه چیز. دو چیزشو تا الان گفتم. نسبت به خودت ناامیدی ایجاد میکنه، نسبت به خدات ناامیدی ایجاد میکنه، و سومین ناامیدی که ایجاد میکنه ناامیدی نسبت به خلق خداست. یعنی یه کاری میکنه، هی زمزمه میکنه که تو آدما رو میبینی فقط ویژگی های منفیشونو ببینی. یه کاری میکنه که اگر محمد بصیری رو دیدی و صد ویژگی مثبت داره و یک خطا توی زندگیش کرده، اون یه خطاش فقط جلوی چشت بیاد. چرا؟ چون نمیخواد که تو حرفای منو گوش کنی، چون نمیخواد که تو زندگی تو تغییر بدی. راجب همه ی آدم ها اینجوریه، یه جوری اما زمزمه میکنه توی گوشت که تو آدم ها رو میبینی فقط اشتباهاتشونو ببینی، فقط کمی و کسریشونو ببینی، فقط خطاهاشونو ببینی، و تو رو نسبت به آدم ها ناامید میکنه، نسبت به مسیرت ناامید میکنه. تا یه کاری رو شروع میکنی، یه دوره شرکت میکنی، اصلا روز اول میگه پس چی شد؟ پس چی شد؟ تو که یک روز زمان گذاشتی، تو که یک هفته زمان گذاشتی، تو که یک ماه زمان گذاشتی. اون صدا بهت نمیگه که تو 12 سال زمان گذاشتی، دیپلم گرفتی، پس چی شد؟ اینو بهت نمیگه. بهت میگه که چرا یک ماه فلان جا زمان گذاشتی، پس چی شد؟ چرا این پس چی شد و میگه که تو ادامه ندی مسیرتو، که تو ناامیدی درت ایجاد بشه و همونجا بمونی. حالا تو با این 4 تا نون آشنا شدی، نمیشه، نمیتونی، نمیذارن و ناامیدی، باعث چی میشه؟ باعث آگاهی میشه. زمانی که آگاهی پیدا کنی به خودت میای. زمانی که این جلسه ای من بارها و بارها و بارها تکرار کنی، باعث چی میشه؟ باعث هوشیاریت میشه، باعث معرفتت میشه، باعث میشه که از این به بعد اقداماتی که در زندگی انجام نمیدی یا اقداماتی که در زندگی انجام میدی بر اساس زمزمه های شیطون نباشه. این شد نکته اول. پس تو نکته اول گفتم دو نیرو وجود داره، راجع به نیروی شر صحبت کردم، گفتم که 4 تا کلمه معروف داره، نمیشه
نمیتونی نمیذارن و ناامیدی. حالا بریم سراغ نکته دوم.